و خلاصه استیج چهارم به این شکل من انجام دادم، نتیجهش آمد و من دوباره وارد استیج فاینال ردبول شدم. پس یه بار 2018 وارد استیج فاینال شدم، 2019 به خاطر آمریکا نتونستم برم، 2020 مسابقات که به صورت آنلاین بود دوباره وارد استیج فاینال شدم. رد بول استریت استایل جذابترین و معتبرترین مسابقات جهانی فوتبال آزاده که ورزشکاران با توپ فوتبال حرکات نمایشی اجرا میکنند. در واقع این ورزش مختص به هنرپیشه‌های فوتباله و نمایشی جنون‌آمیز از زیبایی‌های دنیای فوتبال رو به نمایش می‌ذاره. احمد رضا فلسفی ایرانیه که تونسته پا به استیج فینال این مسابقات بذاره. احمد رضا که سابقه قهرمانی در مسابقات آزاد فرانسه و برزیل رو در کارنامه خودش داره، در سال 2018 تونست به استیج فینال این مسابقات معتبر برسه. اتفاقی که امسال هم مجددا براش تکرار شد و احمد رضا فلسفی به عنوان نماینده ایران و با اسپانسری استارتاپ هوت هوت در بین 500 فری استایلر برتر جهان به جمع 16 نفری برتر راه پیدا کرد. استیج فینال بسیار متفاوت بود، کاملا استایل فرق کرده بود، استایل پخش، چون در ردبول تیوی پخش میشد، در تلویزیون ردبول و در یوتیوب ردبول به صورت لایو همه جا پخش میشد. سس فابرگاس ویدیوها رو میدید و یه استودیو بزرگ تهیه کرده بودن تو، حالا این ردبول برای اتریش هست، در اتریش که باید به همه بازیکن‌ها وصل میشدن، مثلا ژاپن هست، یه نفر تو ایران هست، به ایران ژاپن وصل میشد، به ایران وصل میشد. منتها یک مشکلی که بود، من ایران بودم، ایران گفتم ردبول دفتر نداره، پس به من گفتن آقا ما همه رو میتونیم ساپورت بکنیم، اونی که ژاپنه، اونی که لهستانه، اونی که آلمانه، اونی که دیگه است، ما میتونیم ساپورتش بکنیم به جز احمدرضا، چون احمدرضا ایران ما نمیتونیم ساپورتش کنیم، یعنی دفتر ما نداریم و از این لحاظ نمیتونیم ساپورت کنیم. پس من باید خودم اینترنت تهیه میکردم، لپتاپ تهیه میکردم، چون لپتاپ من داغونه، غیر از این که باید فقط به فکر ورزشم و مسابقه هم باشم، باید استرس این چیزا رو هم داشتم که چجوری من اینا رو تهیه بکنم، که باید استریم تهیه میکردم که یک اینترنت خوب، لپتاپ خوب، مکان خوب، چون مسابقه من افتاده بود طرفای ساعت 11 شب، 11 و نیم شب اگه اشتباه نکنم مسابقه من افتاده بود 11 و نیم شب، از کجا مکان اینجا گیر بیارم تو این کرونایی، یعنی هیچ کسی نبود. خلاصه یکی از دوستانم که حالا تو چندین مسابقه کمکمون کرده برای برگزاری مسابقه، هوتن هاشمی، از همین دارم تشکر میکنم ازش، سریع بهش پیام دادم، اولین کاری که اومد تو ذهنم پیام دادم گفتم آقا من همچین مشکلی دارم، که با آغوش باز قبول کرد و کلی از استرس من رو کم کرد، گفت آقا من جا دارم، لپتاپ دارم، اینترنت هم دارم، تو اصلا قبل نباشه، فقط جو حرکاتت کار بکنم، که خیلی ازش اینجا تشکر میکنم. طریق خود آقا هاشمی هم تونستیم اسپانسر پیدا کنیم، که من همینجا میرم تیشرتم عوض میکنم، چون استیج آخر رو با اسپانسر ما، خب ما لباسمون رو عوض کردیم، چون از اینجا به بعد دیگه استیج 5 به اسپانسری هوت هوت بود. همه چی از اونجا شروع شد که دیدمش. این مگه همه مسابقات من الان توی یوتیوب پلیلیست هست، شما میتونید برید ببینید، هر مسابقه که پرچم ایران بود اون مسابقه من با هزینه شخصی رفتم، زحمت کشیدم، کار کردم، پول در آوردم، رفتم مسابقه، و اگه اسپانسر نشم پرچم ایران من اینجا گذاشتم. حالا مسابقاتی که اسپانسر داشتم معمولا با لباس اسپانسرش میگم، که اینم طراحی بسیار خوبی هم داره. این هود هود اسپانسر من شد، از همینجا هم تشکر میگم، چون کلی از استرس من رو هم باز بیشتر کم کردم. و حالا در واقع هود هود هم من بگم خدمات خیلی زیادی دارم برای ایرانیان خارج از کشور، مشاوره های ژنتیک میدن، مشاوره حقوقی میدن، حتی مثلا اگه خانوادتون در ایران هست میتونید سورپرایزشون میکنن در ایران، از حالا شما میتونید پیجشون هم سر بزنید، من لینکش هم اینجا براتون میذارم، تو دسکریپشن هم براتون میذارم، حتما میتونید فالو کنید، فالو داشته باشید، که قطعا شاید یه روزی به دردتون بخوره، مثلا اگر خارج از کشور زندگی میکنید، اگه بخواد خانوادتون رو سورپرایز بکنید اینجا. هوتن
مکان رو در اختیار من گذاشت. یه هفته قبل مسابقات من حدود 5 بار یا 4 بار هر روز رفتم اونجا تمرین کردم، هر ست هایی که میخواستم رو بزنم رو هی دوره میکردم که با کمترین اشتباه در مسابقات حضور پیدا کنم. نسبت به استیج 4 که من زده بودم رنک من شده بود 12 از 16 نفر، برای همین من باید با کسی مسابقه میدادم که رنکش 5 بود، یعنی رنگ بالاتری داشت و خب حریف سختی به من خورده بود، کازانه ژاپنی بود. من خیلی با ژاپنیا مسابقه دادم و خاطره هم خوب دارم هم خاطره بد. خلاصه اینکه من یک بار کوسوکه ژاپنی رو سال 2016 زمانی که نایب قهرمان ردبول جهان شده بود اونجا تونستم شکستش بدم، یکی از بهترین بردهایی بود که داشتم چون یک فرد بسیار قدرتمند رو شکست داده بودم. بعدش مثلا از چند نفر از ایبوکی توی مسابقات آسیایی شکست خوردم که قهرمان آسیا شدم اون سال. ژاپن خیلی قهرمان داره، خیلی بازی، خیلی کشور فریستایل خیزه. تو همین تاپ 16 حدود 9 نفر ژاپنی بودن، یعنی ببینید که چقدر قدرت داره. خلاصه من خوردم به کازانه چون رنگش هم 5 بود، از رو کاغذم حالا به خاطر مسابقاتی که داده بود یه بار 4م سوپر بال شده بود، 4م جهان شده بود و فریستایلر خیلی خلاق و غیر قابل پیش بینی هستش که میتونه جو رو به دست بگیره و خلاصه ببره. من برای مسابقه خیلی آماده شده بودم چون میخواستم قبلا 2018 تا تاپ 16 بودم، میخواستم حتما یک مرحله حتما برم جلو، یعنی برسم به تاپ 8 و این مرحله رو رد بکنم. برای همین خیلی من تمرین کردم تو این هفته 4-5 روز، هر روز ست هام رو میزدم تمرین میکردم، کلی تجربه هم کسب کردم تو این تمرینات و آقای هوتن هم نور رو تهیه کرد، مکان رو تزیین کرد، یکی از بهترین مکانات با اینکه ردبول من ساپورت نکرد، یکی از بهترین ستابای مسابقه رو من داشتم پشتم، اون کامیون اون که حتی آرم ردبول هم داشت به خاطر حالا ایونتی که برگزار میکرد، ولی خلاصه بهترین ستاب از بین همه بچه‌ای که تو مسابقه شرکت میکردن، یعنی حتی بهتر از بقیه بچه‌ها با اینکه ردبول من حمایت نکرد من ستاب داشتم. خلاصه روزا دو بار تست گرفتن ردبول، یعنی دو بار به صورت تستی با ما باهاشون آنلاین شدیم، یعنی صحبت کردیم، یه مقدار علکی همینطوری حرکت زدیم که فقط ببینن که همه چیز اوکی که تا برسه روز فینال.
Okay, okay. So just juggling, not real bad. Because the Japanese guys was really hard. Not too much, but this is good. Okay. I am always ready. Yes, of course, of course. Front of the camera, right? خب امروز آخرین تست ردبول بود، تست لایو بود که ببینم همه چی برای روز مسابقه اصلی فاینال اوکی هست، یعنی اشکالی پیش نیاد. و امروز هم یه ذره قبل از لایو یه ذره تمرین کردم و عجیب احساس کردم باید یه جلسه دیگه که فردا جمعه میشه، مسابقه فینال اصلی شنبه است، عجیب حس کردم که فردا دوباره باید بیام میذاره تمرین بکنم ستامو حرکاتامو و به همه تصمیم گرفتم فردا هم دوباره حدود یه ساعت بیام، نه زیاد، یه ساعت، حد یک ساعت بیام تمرین بکنم که یک یادآوری واسه حرکاتم و چه دست اندازی که داریم میدیم بالا پایین که یه یادآوری واسه حرکاتم بشه. انشالله امید به خدا دیگه ببینیم چی میشه بعد از این 6 ماه پرما مسابقه که تمرینات که تا این مرحله اومدیم بالا ببینیم تا کجا پیش میریم، هرچی اتفاق بیفته ما راضیم چون تمرینمون کردیم تا اونجایی که هم بتونیم بسش زحمت هم کشیدیم، ببینیم که چی میشه. ممنون. روز فینال روز بسیار حساسی بود، من صبحش سعی کردم خوب استراحت بکنم چون مسابقه شب بود.